قدنان برنامه ریزی کرده بودیم تا با هم بریم سفر، ولی همه یه برنامه هامون و مهند و نهال با سورپرایزشون به هم ریختن. حالا باید برای عروسی آماده بشیم. هیچی قشنگتر از عروسی نیست. آره، مثل این که شما از زیاد ازدواج کردن بدتون نمیاد. بعضی هم میخوان منو خجالت بدن. بعد برداشت نکن، خبرو میرسه. بله، من همیشه تو زندگیم عاشق تنوع بودم. راحتش بذاریم. ماشینای نمایشگاه خیلی قشنگ بودن. خیلی ممنون. من از جوانیم به ماشین‌های قدیمی علاقه‌مند بودم. من از اون ماشین فورد 69 خوشم اومد. آها، آره، خصوصا همون کرمش. واقعا ماشین قشنگی بود. پس کادوی عروسی شما از طرف من اینه که اون ماشین عروستون بشه. وای، جدی میگی؟ البته. اگر هم عروستون بیرون از استانبول بود، خبرم کنید که واسه‌تون بفرستمش. خیلی ممنون. چه فکر خوبیه مهند. عالیه. واقعا ازتون ممنونم. قراره عروسی رو همینجا بگیریم؟ بله، همین کارو میکنیم. فعلا که فقط حرفش رو میزنن. از کجا معلوم؟ شاید مهند نهال و دوستید و برد پاریس، بعد هم زنگ زدن و گفتن ما عروسی کردیم. نه، عدنان بک اجازه این کارو نمیده. منم مخالفم. باید همه تو عروسیشون باشن. منو بابا باید نهالو به مهند تحویل بدیم. آه عزیز دلم. بیا اینجا ببینم شیطون. اذیت نکن. ببخشید. خب دیگه فیروزه خانم، نظرتون چیه؟ ما مرخص شیم. باشه، من آمادم. عدنان شانس نداشت شما رو ببینه. اتفاقا امروز رفتم شرکت دیدمش. الان فقط به خاطر فیروزه خانم اینجام. خوش اومدین، ولی اینجوری نمیشه. یه شب دیگه باید برای شام بیایید. باشه، از امشب همدیگه رو بیشتر میبینیم. با اجازتون بچه ها، بهتون خوش بگذاره. خدافظ. زحمت نکشین. نه، این حرفا چیه؟ خواهش میکنم. خوش بگذاره مراد جان. خدافظ.